چرا شما فکر میکنید ایران مسئلهش با مقاومت جداست؟ این بابا من نمیدونم کی کجا چجوری مرجع تقلید شده. همین چند روز پیش درس خارجش کلیپ کرده داده بیرون، آقا ما نظامو قبول داریم، ما نظامو دوست داریم، میخوایم نظام بمونه. یعنی چی ممکنه نظامو نابود بکنه؟ مثلا آی آقا مسائل داخل کشور، آی آقا منابع، منابع، برید از این منابع استفاده کنید. چرا این کار رو میکنید؟ داد بیداد، آقا این همه ما سرزمین داریم، آفتاب آفتاب برق بگیریم، ما چرا باید الان این برق، این برق قطع شده کارخونه ها، میدونید چه کردی؟ الان کدوم کارخونه ها رو دقیقاً داریم میگی که برقاش قطع شده، همه چیز از بین رفته، نابود شده، انقدر ما ضرر کردیم؟ دقیقاً داری چی میگی؟ الان تو مسجد اعظم نشسته کلیپ ساخته که چی؟ که بگه آقا ول کن اون ورو، میره میگرده چهار تا نقطه ضعف داخل کشور پیدا میکنه. حالا بعضیاش هم نقطه ضعف نیست، اتفاقا الان نقطه قوته. بعد میاد اونو پیدا میکنه، داد داد، آ مملکت خودت، مملکت خودت، ترکیه، ما با ترک، آقا اصلا کی به ترکیه کار داره الان؟ بابا چی چی داری میگی؟ چند چندی من نمیدونم اونایی که نشستن پای درسش چی دارن میفهمن از این حرفا. یکی بونه میشه بگه آ چی داری میگی، 40,000 مسلمان و یهود و صهیون کشته، تو داری از انرژی خورشیدی حرف میزنی؟ از برق قطع شدن برق کارخونه هایی که چنین چیزی وجود نداره الان؟ گیرم هم باشه یه گوشه ای باشه، اصلا این قابل مقایسه است با ویران کردن غزه، با تهدید مسجد الاقصی؟ تو عمامه به سر داری، مرجع که نه، عمامه به سر داری، تو باید درد دین داشته باشی یا درد دنیا؟ بعدم میگه همه باید مثل من حرف بزنن، همه باید بگن، همه باید چی؟ همه باید چی بگن؟ این تویی که باید مثل مراجع دیگه موضع بگیری بر علیه اسرائیل و نمیگیری، موضع بگیری بر علیه انگلستان و نمیگیری، موضع بگیری بر علیه امریکا و نمیگیری. تو چی که نمیبینی این همه جنایت و این همه فاجعه و این همه خون و حوزه علمیه؟ همینجوری میخوای نگاه کنی؟ یه نفر آدم انقدر به خودش جرأت میده که بخواد هدایت افکار عمومی بکنه، یعنی انحراف در افکار عمومی ایجاد کنه نسبت به اصل مبارزه، مبارزه با صهیونیسم، مبارزه با امریکا، مبارزه با انگلیس، چطور شما اجازه میدین؟ کیه مگه؟ میاد وای میسته تو سازمان ملل امروز نتانیاهو صحبت میکنه، مستقیم برمیگرده میگه ما 40,000 تروریست رو کشتیم. یعنی این همه زن، 16,000 کودکی که تو کشتی، یعنی 16,000 تروریست کشتی؟ نامرد، تو چشم تروریست میبینی اون بچه نوزاد شیری رو که تازه به دنیا آمده سرش رو از تن جدا کردی؟ چه تروریست میبینی؟ خاک بر سر این دنیا که اجازه بده تو حرف بزنی. شما هیئتی هستید مثلا، اهل بیتی هستید مثلا، خب الان تشیع آقا الان لبنانه. اگه بگیم اهل دفاع از مردم مظلوم غزه نیستید، که چقدر محکم، چقدر قوی، چقدر بجا آقا فرمود مردم غزه، مردم فلسطین الان جهاد فی سبیل الله میکنن. یعنی الان این لشکر تحت امر بقیت الله العظمه، چون میدونی جهاد فی سبیل الله یعنی تحت امر ولی حق باشه، حالا با واسطه نایبش، ولی آرمان و هدفش آرمان و هدف صادق و خالص. خورد شد دهانی که غیر این بخواد بگه. اینو بچه‌ها بگید، بلندم بگید، فریادم بزنید، بگید هر جا میتونید بگید مردم مظلوم فلسطین جهاد فی سبیل الله میکنن. تا چهار تا بی سواد، چهار تا نادون، چهار تا جاهل برنگردن فریاد بزنن یا اونا چون سنی هستن حقشونه این بلاها سرشون بیاد، لعنت به نفرین بر اون فکر تو. یعنی یک جبهه مجاهد فی سبیل الله رو تو متهم میکنی؟ تو نون کیو خوردی آخوند؟ تو چی از دین فهمیدی؟ فقط یه نفر پیدا شد، یه نفر فقط پیدا شد، اونم آقا بود که پیدا شد تو همین هفته فریاد زد که مردم فلسطین هم جهاد فی سبیل الله میکنن، همچون مقاومت و حماس که جهاد فی سبیل الله میکنه، همچون حزب الله که جهاد فی سبیل الله میکنه و پیروز هم هست در این جنگ نبردش. جهاد فی سبیل الله یعنی دفاع مقدس ما، جهاد فی سبیل الله یعنی جنگ حسین ابن علی با یزید، هیچ فرقی نداره. آرمان یکی، هدف یکی، مقصد یکی،